برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر که محمد بازوم رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرده بودند، اکنون از برکناری وی از قدرت خبر دادند. بر بنیاد گزارش الجزیره، نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر چهارشنبه شب 4 مرداد از طریق تلویزیون دولتی این کشور از برکناری محمد بازوم رئیس جمهور و بسته شدن مرزها خبر دادند. اتحادیه آفریقا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده این اقدام را محکوم کردند. در مقابل، نهاد ریاست جمهوری نیجر اعلام کرده در صورت که نیروهای گارد آقای بازوم را از بازداشت رها نکنند، با حمله ارتش مواجه خواهند شد. این کشور از زمان استقلالش از فرانسه در سال 1960 کودتاهای متعددی را تجربه کرده است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو خواهان منع جهانی استفاده از تلفن هوشمند در مدارس شده است. یونسکو گفته که به منظور مقابله با اختلال در کلاس درس، بهبود یادگیری و کمک به محافظت از کودکان در برابر آزار اذیت سایبری، استفاده از تلفن هوشمند در مدرسه ها ممنوع شود. این سازمان اعلام کرد که درخواست منع استفاده از تلفن هوشمند در مدرسه ها پیام روشنی دارد، مبنی بر اینکه فناوری های دیجیتال از جمله تلفن های هوشمند و هوش مصنوعی باید تابع دیدگاه انسان محور آموزش باشد و جایگزین تعامل چهره به چهره با معلمان نشود. اداره امور فکری و فرهنگی حرم حضرت عباس علیه السلام مسابقه بین المللی عکاسی عاشورا در سراسر جهان راه اندازی کرد. علی الجیاشی مدیر این مرکز گفت موضوع مسابقه عکاسی صرفاً درباره عاشورا بوده و فرصتی برای شرکت کنندگان در تجسم روح عاشورای امام حسین علیه السلام است که آن را از دریچه هنری خود بیان می کنند. وی افزود عکس ها به سایت مسابقه ارسال شده و سپس مرحله مرتب سازی انجام می شود که تیان 50 عکس برتر توسط هیئت داوران که دارای صلاحیت های بین المللی و متشکل از گروهی از عکاسان متخصص هستند انتخاب می گردند.